واکنش مسکو به اظهارات اخیر جو بایدن، افغان ها باید خود تصمیم بگیرند. به نام خدا و بارز سلام، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. امید که تا آخر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما نیز با خبر شوید. واکنش مسکو به اظهارات اخیر جو بایدن، افغان ها باید خود تصمیم بگیرند. سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات نامزد انتخابات آینده آمریکا میگوید که نیازی برای ادامه حضور آمریکا در افغانستان باقی نمانده است و افغان ها باید خود تصمیم سرنوشتشان را بگیرند. با گزارش اسپوتنیک، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با ابراز نظر در مورد اظهارات جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا گفت که جو بایدن وضعیت افغانستان به عنوان یک کشور واحد چند ملیتی را بسیار منفی وانمود نموده است. زاخاروا خاطر نشان ساخت که چنین اظهارات یکی از رهبران پیشین آمریکا که تاکید دارد که آنها بیش از 18 سال نه تنها با تروریسم می جنگند بلکه مصروف ساخت دولت دموکراتیک افغانستان می باشد، باعث تعجب جناح روسی نشد. زاخاروا افزود چنان که آشکار است واشنگتن به هیچ یک از این اهداف دست نیافته است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پایان افزود، به نظر ما این همه برای یک بار دیگر نشان میدهد که ایالات متحده آمریکا و متحدانش دیگر نیازی برای ادامه حضور در افغانستان ندارند و زمان بیرون ساختن نیروهای نظامی خارجی از کشور فرا رسیده است. خود افغان ها باید دور میز بنشیند و سرنوشت دولتشان مشخص سازند، زیرا به جز آنها هیچ کس این کار را کرده نمیتواند. بیش از این جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در انتخابات آمریکا و معاون رئیس جمهور پیشین این کشور گفته بود که هیچ امکان ندارد که افغانستان به کشور یک پارچه و متحد تبدیل شود. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما چینل یوتیوب پیام روز را سابسکرایب کنید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.